ناقضان حقوق ناقضان حقوق بشر حتی برای قانونهای خود نیز احترامی قائل نیستند. مسئولان زندان اوین از اعزامم به دادگاه جلوگیری کردند. این در حالی است که اولا طبق ماده 90 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها پوشیدن لباس زندان اجباری نیست. ثانیا دادیار ناظر بر زندان با ارسال نامه‌ای برای مسئولان زندان اوین من و تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی را مطابق مصوبه مجلس معاف از پوشیدن لباس زندان کرده است. و ثالثاً از تاریخ 27/6/96 و مطابق پرینت زندان محکومیت به تحمل حبس من بابت پرونده اول پایان یافت و با توجه به دستور بازپرس پرونده دوم در تاریخ مذکور باید به قید وسیقه. مخاطب گرامی، این تماس توسط زندانی بازداشتگاه اوین می باشد. باید به قید وسیقه آزاد می شدم، زیرا در پرونده دوم هنوز متهم هستم و در صورتی که مسئولان زندان و دستگاه قضایی شرایط محاکمه علنی با لباس شخصی را مهیا می کردن می توانستم ثابت کنم نه تنها مرتکب جرمی نشده ام و حتی تحمل یک روز حبس اجحاف در حقم بود، بلکه به دلیل سالها تلاش برای روشنگری و هزینه بیش از حد تصوری که بابت حمایت از کودکان کار، کارگران و زندانی های سیاسی و عقیدتی سرزمینم پرداخت کرده ام سزاوار تقدیر و قدردانی می باشم. البته بسیاری از مردم خردمند و با وجدان زادگاه هم و حتی انسان‌های آزاده و آزاداندیش سراسر گیتی همیشه مرا مورد لطف خود قرار دادند و هرگز از مسئولان جمهوری اسلامی انتظار چنین شعوری را نداشتم. ناقضان حقوق بشر حتی برای قانون‌های خود نیز احترامی قائل نیستند. ماده 7 قانون آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوبه سال 1383 بستن چشم، تحقیر، استخفاف، پوشاندن صورت، نشستن پشت سر متهم هنگام بازجویی و در انتقال وی و انتقال وی به اماکن نامعلوم را ممنوع اعلام کرده است. اما تمام این شکنجه ها علیه من اعمال شده است. انتقال به بازداشتگاه الف 1 که مکانی نامعلوم و فاقد دوربین های مداربسته است، چشمبند، دستبند و حتی پابند زدن، نشستن بازجوها پشت سر من به هنگام بازجویی و ضرب و شتم شدید و ضربه های متعدد به پشت سرم، فحش ها و اعمال تحقیرآمیز، پوشاندن صورتم به هنگام انتقال، همگی مصادیق نقض حقوق شهروندی هم بوده است. همچنین ماده 8 در این قانون تعرض به اسناد و مدارک بی ارتباط با جرم و افشای نامه ها، نوشته ها، عکس ها و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنان را نیز منع کرده است. اما هنوز بسیاری از عکس ها و فیلم های مخاطب گرامی، این تماس توسط زندانی بازداشتگاه اوین می باشد. اما هنوز بسیاری از عکس ها و فیلم های خانوادگی ما که به هنگام بازداشت در سال 92 توسط ماموران قرارگاه سارالله ضبط شد به ما بازگردانده نشده. ماده 9 اعمال هر گونه شکنجه به منظور عکس اقرار یا اجبار متهم به امور دیگر را منع می کند. اما بازجوهای قرارگاه سارالله تحت شکنجه من را مجبور کردند حتی مطالبی که خودم در نوشتن و انتشار آنها دخالتی نداشتم را بر عهده بگیرم و بیش از 3 دقیقه از پا آویزانم کردند تا نام دیگر ادمین‌های سایت را بگویم و زمانی که دریافتند تن به آدم فروشی نمی‌دهم گفتند کاری می‌کنیم که تا آخر عمرت در زندان بمانیم. اصل 38 قانون اساسی هر گونه شکنجه را برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع می دانند. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این است باید طبق قانون مجازات شود. اما چرا بازجوهای قرارگاه سارالله
که من و بسیاری از فعالان حقوق بشر را مورد شکنجه های روحی و جسمی قرار دادند مجازات نشدند و علی رغم آنکه دادگاه رسانه های وابستهی که علیه من اقدام نشر اکاذیب کردند را محکوم به تحمل حبس کرد، هنوز پس از گذشت 3 سال مجازات نکرده است. مگر نه اینکه اصل 39 قانون اساسی حق حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات می داند. لازم به یادآوری است که ایران پس از پیوستن به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال 54 که بدون هیچ تحفظ یا قید و شرطی آن را از تصویب گذرانده و لذا باید متعهد به انجام آن باشد، مطابق بند 1 ماده 10 درباره تمام افرادی که از آزادی خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام به حیث. مخاطب گرامی، این تماس توسط زندانی بازداشتگاه اوین می باشد. ذاتی آنان رفتار نموده و در ماده 7 این میثاق به طور کلی هر گونه رفتار غیر انسانی و مهم را ممنوع اعلام کرده است. تمام. سوهیل عربی.